شهاب المهاجر رئیس داعش چی کسی هست؟ به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. شهاب المهاجر رئیس داعش چی کسی هست؟ در اعلامیه امنیت ملی افغانستان پیرامون دستگیری 4 تن از عوامل انهدام پایه‌های انتقال برق به کابل میگوید. این افراد به دستور ثناءالله مشهور به شهاب المهاجر رهبر شاخه خراسان داعش در صدد بودند تا با تخریب پایه‌های برق، روند خدمات رسانی به شفاخانه ها، بیمارستان ها، فعالیت مراکز صنعتی و تاسیسات استراتژیک و روند زندگی روزمره را در پایتخت و دیگر ولایت ها مختل کند. گزارشنامه افغانستان به تاریخ 13 سنباله 1399 رهبر شاخه داعش را معرفی کرده بود، اما امنیت ملی به جای توجه به این خبر مهم، پروپاکنده ها را علیه گزارشنامه افغانستان چاق می کرد. و گزارش یک سال پیش توجه کنید. شهاب المهاجر رهبر شاخه خراسان داعش کیست؟ انجینیر ثناءالله فارغ تحصیل پل تخنیک کابل و مربوط به یک خانواده سرمایه‌دار شمالی هست که پدرش از افراد گلبدین حکمتیار بود، ولی خودش و صدها جوان دیگر در شمال کابل از تربیت شده های ملا تاج محمد می باشند. سالها قبل ملا تاج محمد با پولهای عربستان سعودی حلقات فکری سلفی ها را در شمال کابل ایجاد کرد تا جوانان و نوجوانان جذب این حلقات شوند، که ثناءالله نیز یکی از جذبی های حلقه سلفیت بود. بعدها به وساطت ملا تاج محمد دختر انجینیر شاکر از فرماندهان ازبق حزب اسلامی که از سلفی های مشهور در شکردره است را نیز به عقد خود گرفت تا روابط هایشان مستحکم تر گردد. گفته می شود که در این گروه جوانان زیاد در ولایت شمالی، شمال شرق، مشرقی و حتی بامیان جذب شده که سردسته همهشان از نظر فکری ملا تاج محمد است و ثناءالله شهاب المهاجر فرمانده جنگیشان است. در همین حال روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: 100 روز حاکمیت طالبان، آزادی، نان و کار نیست. 100 روز قبل از امروز گروه طالبان به حیات نظام جمهوری مورد حمایت غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا پایان داد. افغانستان پس از یک دوره روشن بار دیگر در منجلاب استبداد مذهبی و قومی افتاد. اکنون 100 روز از حاکمیت دوباره گروه طالبان می گذرد. تحفه طالبان به مردم انزوای دوباره کشور، از دست رفتن جامعه مدنی، آزادی بیان، محرومیت زنان و برقراری حاکمیت تک قومی و تک مذهبی است. ذخایر بانکی کشور منجمد است و صدها هزار کارمند دولت در انتظار دریافت معاش هستند. علیرغم ادعای گروه طالبان برای تامین امنیت، حملات انتحاری، انفجار و اختطاف بیشتر شده است، فقر، گرسنگی و بیکاری بیداد می کند و این وضعیت مردم را وادار به مهاجرت و فرار از کشور کرده است.
طالبان همچنان بر طبق اصول و قرائت خود تاکید دارند و جهان خواستار ایجاد فضای باز سیاسی و مشارکت طرفهای دیگر سیاسی در امور کشور است. برای همین هنوز هیچ کشور همسایه، منطقه و جهان حاکمیت و حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. فرار مردم و سیاسون از کشور. حدود 3 ماه قبل از امروز، گروه طالبان پس از 20 سال جنگ و خونریزی، کابل و اغلب ولایت‌های کشور را بدون جنگ و در طی چند روز محدود و تصرف خویش در آورد. فرماندهان پیشین نظامی، رهبران سیاسی و مخالفان گروه طالبان از راه‌های مختلف از کشور فرار کردند. در روز نخست ورود طالبان به کابل، 10,000 انسان به میدان هوایی کابل برای بیرون شدن از کشور هجوم بردند. آویزان شدن مردم از هواپیماهای نظامی آمریکا و افتادن چند تن از بالهای آنان سرخط رسانه‌های جهان بود. چند نوزاد در داخل هواپیماها به دنیا آمد. ضبط اموال سیاسون و مقامات دولت پیشین. طالبان در نخستین روزهای ورودشان به شهرهای بزرگ از جمله کابل، موترهای مقامات دولتی و چهره‌های سرشناس را به ملکیت خیش در آوردند. خانه های مقامات پیشین و رهبران سیاسی را تلاشی و اموال دولتی و شخصی آنان را با خود بردند. بستن مکتب های دخترانه و اعتراض زنان. نخستین حرکت خبرساز طالبان بستن مکتب های دخترانه بود که پس از 100 روز حاکمیت آنان همچنان بسته است. نخستین گروهی که در برابر این تصمیم طالبان اقدام به اعتراض مدنی کرد، دختران و زنان افغانستان بودند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.